درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امروز دوشنبه نهم مهر ماه، سومین کندل متوالی قرمز این هفته هم امروز برای شاخص کل به جامون. البته خب فعلا هنوز آب از آسیاب نیفتاده و طبیعی هست که این اوضاع را داشته باشیم. آمار هم خیلی جالب نیست مانند روزهای گذشته. البته این سه کندل قرمز هنوز نتونستند کندل سبزی که روز سه شنبه سوم مهر ماه داشتیم را پر کنند و خب کاهش دامنه نوسان فعلا یه جورایی ترمز شده برای افت شاخص و امیدوارم که زودتر شرایط برگرده و یکم آرامش حاکم بشه. بریم آمار را نگاهی بکنیم. آمار هم خب جالب نیست، نمودار تحریک قیمتی از ابتدا تا انتها به نفع قرمزها هستش. دیروز انتهای بازارمون ایاتون باشه یه بازگشت رو داشتیم که امروز نداریم. ابتدای بازار هم تعداد نمادهای مثبت در تحریک قیمتی خیلی بیشتر بودند نسبت به انتهای بازار. 360 نماد داشتیم که 362 تا مثبت بودن، ولی آخر کار ببینید به 298 تا کاهش پیدا میکنن. سرانه خرید هم ابتدای بازار امروز خوب بود، 5 میلیون به 45 میلیون باز شد، ولی همونجوری که مشاهده میکنید حقیقی ها خیلی بعد از ساعت تقریبا 9-5 دقیقه رغبتی به خرید نداشتند و سرانه فروش با اختلاف تقریبا 20 میلیون تومانی در ساعات مختلف بورس دنبال شد، 15 الی 20 میلیون تومان. تعداد نمادهای منفی هم که میبینید از ابتدا تا انتها بالا بود، آخر کار هم 631 به 194. صفای فروشمون مجدداً امروز فشرده شد برخلاف دیروزی که به انتهای بازار نزدیک شدیم. بالاخره یه جایی یکم از گره صفای فروش کم شد، امروز این اتفاق نیفتاد و هرچی به انتهای بازار رفتیم گره محکمتر شد اتفاقاً و 420 به 107. البته باز هم خوبه 107 تا نماد توی صف خرید داریم، یعنی اینش بالاخره جالب. نمادهایی هستن که توی بازار خراب این روزها بالاخره اینقدر طالب دارن که فعلا در صف خرید میمونن. این در حالیه که ببینید امروز هم 866 میلیارد تومان توسط تحقیق‌ها از بورس خارج شده که 371 میلیارد تومانش وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده. همچنین امروز شاخص صندوق‌های طلا هم 0.47% افزایش رو نشون میده، مقداری از پول هم احتمالاً به صندوق‌های طلا رفته. این در حالی هستش که امروز اونس جهانی طلا کاهش داشت، مخصوصاً در بازار اروپا کاهش چشمگیری رو فعلا شاهد بودیم. دیشب البته حدود 2663 دلار هم رسید در بازار آسیا. دیشب منظورم نصف شب، نیمه شب، یعنی ساعت 4-5 صبح، ولی در بازار اروپا فعلا عقب نشینی رو داریم مشاهده میکنیم و طلای 18 عیار و مثقال طلا هم در ایران 1% کاهش پیدا کرده، ولی سکه خواهان خودش رو داره و در حال حاضر علارغم اینکه قیمت دلار هم اومده پایین، قیمت اونس جهانی طلا هم اومده پایین، سکه بالا رفته و خب یه جورایی شاید این حبابی را الان اینجا به اندازه حداقل 500-600 تومان یا حدود 1 میلیون تومان در سکه فعلا همین الان داریم روی این شکل مشاهده میکنیم، به خاطر اینکه دلار حدود 0.5% پایین اومده، اونس طلا هم 0.5% پایین اومده و سکه بایستی 0.5% پایین میومد که در حال حاضر 0.8% بالا رفته، یعنی یه چیز حدود 1.3% الان سکه داخل خودش حباب را روی این تصویر داره ما نشون میده، ولی خب در حال بازار خودش را داره، مارکت خودش را داره و خواهان خودش را داره. در خیلی از موارد نشون داده شده که در حال توجه نداره به این قضیه سکه و روزهای آینده احتمالاً افزایش بیشتری را خواهیم داشت در قیمت، چون خریداران توجه فعلا ندارن که قیمت اونس و دلار چی جوری هستش و خریدشون را دارن انجام میدن. این گراف نمادهای مثبت و منفی مون هست که 77 به 23. خب یه مقداری البته نسبت به روز شنبه سبزها جون گرفتند و
شنبه یادتون باشه من ذخیره کرده بودم، ساعت ابتدای بازار تا انتهای بازار زیر 10% بودند سبزها، ولی امروز بالاخره داره کم بازتر میشن و حالا شاید روزهای آینده به 30-40% هم برسن. خب اینجا هم که یه مشخص فشردگی در 0 تا -1 مثبت هستش، ارزش معاملات خورد هم با دامنه نوسان 1% 3000 میلیارد تومانه و این در حالیه که حقیقی ها فعلا خیلی خریدار نیستن و پول دارن از بازار توسط اونها خارج میشه. بنابراین خریدار عمده این روزها بیشتر حقوقی ها هستن که حالا بالاخره یا دستوری یا اینکه بر اساس برنامه دارن خریدای خودشون رو در این بازار منفی انجام میدن. البته تعداد نمادهایی که از مثبت به منفی رفتن امروز مجددا افزایش چشمگیر داشته در برابر اونایی که از منفی به مثبت اومدن، که این طرف فقط 28 نماد رو داریم و اون طرف 80 نماد اتفاق براشون افتاده. بیشترین ورود پول حقیقی هم به نمادهای و شهر حسینا و پارس خدیزل کچاد و بترانس بوده و بیشترین خروج پول هم از حفارس و به ملت اهرم فولاد چپنا شستا شبندر شتران اتفاق افتاده. پول حقیقی به سمت صندوق‌ها دارویی دستگاه برقی رایانه‌ای رفته و از گروه‌های بانکی نفتی فلزات اساسی هم نقل و پتروشیمی خارج شده. یعنی فعلا نمادهای بزرگتر بازار اوضاع خوبی را ندارند و شاخص‌سازها گروه‌هاشون داره پول ازشون خارج میشه که در اسامی نمادها هم این دقیقا مشهود بود. نقشم که فعلا چون خاکستری خیلی چیزی به چشم نمیاد، فرآورده‌های نفتی شاید نمادهایی هستن که بیشترین افت را در این چند روز داشتن و پتروشیمی ها و نفتی ها. علتش هم اینه که در رسانه ها و خبرها اولین جاهایی که اعلام میشه احتمال حمله اسرائیل بهشون وجود داره همینا هستن، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها. تا مثلا بگیم آقا بیاد یه داروسازی رو بزنه و بره، خب قطعا این تاثیرگذاری از اینجا نشأت میگیره. سیمانی ها البته اوضاعشون تقریبا خوب هستش و چند تا نماد مثبت اینجا من داخلشون میبینم، احتمالا میگن خب اگه به زد رفت و سیمان نیاز داریم دیگه، البته این مزاح هستش و امیدوارم هیچ وقت کار به اونجا نکشه. ولی خب فعلا گروه های شاخص ساز بورس اوضاع خوبی ندارند و در حال شاخص کل هموزن هم مشاهده میکنید با شیب آرامتری قرمزهاش خورده نسبت به شاخص کل و نشون میده که بالاخره نمادهای کوچکتر بازار این روزها شاید اوضاع بهتری داشتن. ارزش دلاری بازار هم 141 میلیارد دلار فعلا هست. بیت کوین هم امروز عقب نشینی قیمت داشت و از کانال 65 به کانال 63 رسید. 3.8% افت را مشاهده میکنیم. شاید بیشترین افت قیمت امروز مربوط به بیت کوین بشه، در برابر طلا و بورس بیشترین افت را انجام داده و ریالیش هم که دیروز بالای 4 میلیارد تومان بود امروز به 3 میلیارد 879 میلیون رسیده. البته در شرایط جنگی همیشه تو این چند وقت دیدیم که ارزهای دیجیتال بازگشت را داشتن برخلاف طلا که تهاجمی تر عمل کرده و خب اون تهاجمی هم که از بیت کوین دیدیم قبل از حمله اسرائیل بود. و ارزش دلاری بازار فعلا 141 میلیارد دلاره، تفاوت چندانی با دیروز نداشته. فعلا حرف خاصی نمیتونیم داشته باشیم و باید نظاره‌گر باشیم. آمارمون خیلی تغییراتی را در این روزها ندارن و تقریبا بر همون روال روز شنبه امروز هم دنبال شد. دیروز آخر وقت یه ذره تکون را دیدیم که متاسفانه اون تکونه امروز نتونست بازار را برگردونه، علی‌رغم اینکه ابتدای کار یه ذره در حال سبسا اومدن خودی نشون بدن، ولی اینقدر فشار فروش زیاد هستش فعلا که در یه لحظه پودرشون کرد. خب تشکر دارم از همه دوستانی هم که برای ما کامنت میگذارن، خیلی ممنون از نظراتتون و خیلی لایک هایی که میفرستید. امیدوارم که با خبرهای خوب حداقل در هفته آینده بتونیم بورس را داشته باشیم. منتظر نظراتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.